در زبانهای مختلف و به خصوص زبان انگلیسی بعضی وقتا یک فاصله می‌تواند در معنا و نوشتار تاثیر بگذارد و استفاده بجا و درست از این قواعد می‌تواند به زیبایی و صحیح بودن متون شما کمک کند. در این ویدیو به بررسی این موضوع که اگر کلمه میبی به دو کلمه می و be تقسیم شود می‌تواند تغییری در معنا و کاربرد این کلمه ایجاد کند یا نه میپردازیم پس آخرین ویدیو همراه ما باشید دوسته حسیز میبی یک قید است یعنی یک ادورب است و به معنای possibly یا شاید می باشد نکته ای که باید دقت داشته باشید ای است که میبی یک کلمه است it is one word فقط یک کلمه است حالا مثالش با هم می بینیم will Jamal be in class tomorrow آیا جمال فردا در کلاس خواهد بود در جوابش میگیم I don't know من نمیدانم maybe شاید ببینین maybe به معنای شاید هست و به عنوان قید در جمله استفاده شده maybe شاید maybe جمال will be in class tomorrow and maybe he won't میگه شاید جمال فردا در کلاس باشد و شاید هم نباشد ببینین که maybe دو تا maybe در این جمله استفاده شده و به عنوان قید در جمله کار داره حالا به این دیالوگ و استفاده از کلمه میبی دقت کنید این دیالوگ بین دو نفر است A و B A میگه Do you want to go to the park tomorrow? آیا فردا می خواهی به پارک بری؟ B میگه Sure حتما That sounds like fun این نظر به نظر سرگرم کننده میرسن Amy میگه let's talk to Carlos too. Maybe he would like to go with us. میگه بیا با کارلوس هم صحبت کنیم. شاید دوست داشته باشد با ما برود. Maybe. شاید. خب. Will you be here by 7 o'clock? آیا تا ساعت 7 اینجا خواهید بود؟ خب. Student A از B پرسیده. B در جواب میگه It is hard to say. یعنی سخت است که بگویم. Maybe I will be a little late. شاید کمی دیر بیایم. دوست عزیز میبی maybe قبل از فایل و فعل در جمله قرار میگیره. Maybe قبل از فاعل و فعل در جمله قرار میگیره. می مثلا maybe Jamal will be here. Maybe Jamal will be here. خب maybe ما قبل از سبجکت ما که جمال هست قرار گرفته. و will be هم verb ماست بازم maybe قبل از verb و قبل از subject قرار گرفته maybe he would like to go with us maybe قبل از subject و قبل از verb ما قرار گرفته maybe I will be a little late دوباره maybe قبل از subject در جمله قرار گرفته اما دوستای عزیز maybe که بین می و بی یک فاصله وجود دارد هم از نظر معنایی و هم از نظر کاربرد با می بی که بدون فاصله نوشته میشه فرق داره می بی دو کلمه است از دو کلمه می و بی تشکیل شده به همین دلیل ما اینا را با دو رنگ متفاوت نوشتم. میبی uh, به معنای ممکن است می باشه و در جمله به عنوان فعل به کار می بره. اگر یادتان باشه میبی که به صورت چسبیده به هم نوشته می شود, او در جمله به عنوان قید به کار می ره. اما میبی که با یک فاصله است هم نوشته میشه شه ای به عنوان همیشه به عنوان فعل در جمله استفاده می شود. دوست عزیز شما زمانی که از میبی استفاده می کنید باید به این نکته توجه داشته باشید که از یک فعل اضافه استفاده نکنید یعنی شما زمانی که میبی یعنی میبی که با فاصله از هم نوشته میشن را در جمله به کار میبرین باید متوجه باشین که فعل دیگری قرار نتین در جمله یعنی فعل به یک فعل اضافه دیگر شما نیاز ندارین چون already میبی فعل ماست مثلا جمال may be here tomorrow. می بی هیر میگه جمال ممکن است فردا اینجا باشه ببینین معنی می یعنی ممکن است جمال ممکن است فردا اینجا باشد و می به عنوان فعل استفاده شده و فعل ما بعد از سبجکت آمده It may be cold tomorrow فردا هوا ممکن است سرد باشد Maybe به عنوان فعل آمده در جمله و بعد از در جمله قرار گرفته اگر یادتان باشه میبی که به صورت پیوسته یا به صورت به هم چسبیده نوشته می شد قبل از سبجکت به کار می رفت در جمله اما میبی با فاصله بعد از سبجکت می آید و نقش فیل را در جمله داره خب دوست عزیز رسیدیم به پایان درس امروز لطفا برای پاسخ دادن به کویز ویدیو را پاس یا استاپ کنید complete دی sentences وذ میبی اور may be. جملات را با ای دو کلمه میبی و میبی پر کنید. حالا میتونی جواب‌های خودا با انسرکی که در مقابلتان قرار داره مقایسه کنید. بسیار تشکر که تا این لحظه همراه ما بودید. لایک، like, کامنت و شیر فراموشتان نشود تا ویدیو و درس بعدی خدا نگهدار.